نمیدونم پیمون، دیگه واقعا خسته شدم. بابای من این دختر رو تو محله شما دید. در واقع پای این دختر رو تو به زندگی پدر من باز کردی، خودت هم تمومش میکنی. حرف بی منطق نزن فریبا، قرار نیست که هر وقت تو با ناهید به مشکل برمیخوری یقه منه بگیری. پس یقه کیو بگیرم؟ پدر تمام اموالشو به نابش کرده، میفهمی؟ دخترم الان نیست، رفته. میری میگردی پیداش میکنی پیمون، نمیدونم از کجا ولی پیداش میکنی، چون من دیگه کشش این همه مصیبت رو ندارم. پیداش کن پیمون، فقط پیداش کن. بگوشم آرش جان، سوژه از محل کارش خارج شد، دنبالش شد. بله ممنون. سلام. سلام. به تسلیت میگم، وقتی شنیدم خیلی ناراحت شدم. کجایی؟ محل قدیمی هستی؟ چی کار داری پیمون؟ باید این مشکل رو حل کنیم. این مسئله به تو ارتباطی نداره، بهتره دخالت نکنی دکتر. چرا فکر میکنی من نگران نیستم؟ از که اینات قریبه شدی؟ مگه رفیق نبودی؟ مگه همکلاس نبودی؟ تو همه چیو خراب کردی؟ باشه، من خراب کردم، ولی حالا میخوام درستش کنم. باید با هم حرف بزنیم. هنوز میری مسجد محل؟ بله. فردا همونجا میبینمت. خدا نگهدار. شو تونستیم پیداش کنیم؟ یه لیوان آب برای من میاری؟ الو آقای میرزایی، اجازه بدی؟ پدر ما سادگی کرد از شما خودتون سند رو امضا کنی، شما چرا به ما اطلاع ندادین؟ یعنی چی آقا؟ این دختره داره همه اموال ما رو میکشه بالا، اون وقت شما میگی قانونی بوده؟ من شکایت میکنم، هم از اون هم از شما. معلومه که پای شما هم گیره. اصلا از کجا معلوم شما با زن پدر ما تبانی نکرده باشین؟ من نمیدونم چجوری، ولی خودتون این قضیه رو حلش میکنین. فردا میام دفترتون. اینو چرا آوردی؟ اینو که مال دختره نیست، نصف بیشترش مال مامان بوده. بابا از کیسه این خلیفه بخشیده داده بهش. ببر بذار سر جاش، بذار طلاها رو برداریم، بابا که برای ما چیزی نذاشته. فرناز مگه نشیده این دختره به میرزایی چی گفت؟ گفت اگه چیزی تو این خونه کم بشه میرم شکایت میکنم. داری سخت میگیری. ببر بذار سر جاش، این راهش نیست. باشه، من میرم خونه، خیلی وقت از مرتاد خبر ندارم.
زودتر از اینا منتظرت بودم. پیش تو اینا رسنه؟ بازم به وفا این دختر که هر دفعه میاد یه سری به این ننسنم میزنه. اما تو چی؟ تا باد به قباد افتاد رفتی و همه رو فراموش کردی. من دلم واسه اون پیمان تنگ شده، اون پیمان تنها و خالی. نه آقای دکتر، نه پولدار. بی زحمت بهش بگو بیاد بریم. عجله نکن، میاد. حالا اگه دلت واسه ننسنم تنگ شده، بیا و مثل قدیما یه چای قمپلو با ننسنم بزن. هنوز نگذشته از اون روزایی که با خانواده میمدین اینجا و توی دکه و این تخت ها میشستین و املت میزدین بدون اینکه ناراحت باشی که لباسات کثیف بشه. یادته؟ بفرما. دست در نکنم. موش جونت. بلش بگو بیاد بریم. بیا بریم خونه، همه نگرانتن. چرا ناراحتی؟ الان که اموال شهبانی به نام توه. انگار تو همه نزنت ناراحتی. من میخوام حقمو از این زندگی بگیرم. الان اومدی اینجا بس نشستی که چی بشه؟ میخوای به چی برسی؟ خیلی وقت دیگه نمیشناسمت. حرفات، تنهات. الان اومدی اینجا چی کار؟ چرا دست از سرم بر نمیدارید؟ چرا ولم نمی کنید؟ تنها بذار. ناهید، ناهید، میگی من الان چی کار کنم؟ چی کار کنی؟ نگفتی میخوام با آبروی خودتو خونوادت بازی کنم؟ نگفتی میخوام؟ نمیتونی خودت از کل ماجرا بکشی کنار. اگه اون موقع توی اون محله یه دختر معمولی بودی، الان برای خودت کسی هستی. کی تو خانوادت زندگی تو رو داره؟ کدومشون به داشتن ماشین تو حتی میتونه فکر کنه؟ الان هم که سر بچه های شیبانی به تاق کوبوندی و دار و ندارشون رو بالا کشیدی. اونا باباشون رو نشناختن ولی من شناختم. خوبم شناختم. اتفاقا برعکس تو من دنبال پول شیبانی نبودم. اگه قبول کردم زنه یه پیرمرد شارلاتانی مثل شیبانی بشم، فقط به خاطر این بود که میخواستم تا قرون آخر پولی که از خانوادم دزدیده بود و پس بگیرم. تو فریبا رو به خاطر پول پدرش گرفتی، ولی من یه کاری کردم یه قرون از ثروت شیبانی بهت نرسه. میبینی پیمان، تو بازم باختی. باشه، اگه خیالت راحت میشه باید بهت بگم که به زودی دست دخترم میگیرم، دوتایی برای همیشه از ایران میریم. اون وقت نه تو نه هیچ کس دیگه نمیتونه منو مقصر بدبختیاش بدونه. خب از قبل از رفتنت به زنت بگو کاری به کار من نداشته باشه. اگه بخواد برام نقشه بکشه ازش شکایت میکنم. دیگه برو پی کارت، اون خونه حال مال منه. دیگه نمیخوام هیچ وقت نه تو نه هیچ کدوم از شیبانی ها رو دورو برم ببینم. پس قصت قصه انتقامه. حساب من و خانواده شما بمونه پیش خدا. خودش تقاص زندگی جهنمی منو ازتون پس میگیره. Thank you.
سلام داداش. هر جا هستی خودتو برسون خونت، منم دارم میام دنبالت. باشه الان میام خونه. Nice to meet you. Please. Thanks for accepting my invitation, Mr. Demir. Why don't come? چند تا عکس فرستادم رو سیستم. همین الان نریمان از استانبول فرستاده. حالاش باش بمون و بفهمی که قضیه و ربطش با مورد ما چیه. فهمیده طرف کیه؟ اورهان دمیر، عضو هیئت مدیره یه شرکت داروسازی تو استانبوله. باید بفهمیم که نشست تجاریه یا قرار تشکیلاتی. یه تحقیقی بکن ببین آقای دمیر با ایران تجارتی داشته یا نه. از حراست کلم یه سلام بگیر. مهمه که بدونیم بریژیت اون رو ایران کوک کرده یا میخواد تو ترکیه براش کار کنه. چیزی شده؟ مشکلی پیش اومده که میخواستی منو ببینی؟ آره، از خودم بدم میاد، از کاری که میکنم، از اینکه خودم نیستم، از هرچی دور و برمه. از لئو خبری نشد؟ گفتی قراره یه ایده از اسیرا رو بدایش مبادله کنن، خبری نشد؟ قضیه اینقدر هم که فکر میکنی ساده نیست. این تنها جوابیه که از کابل برام مخابره کردن، ولی خب ناامیدم نیستن. منو بازی نده، یه جواب مشخص میخوام. لئو زنده است، راستشو بگو. او مای گاد بریجیت،
این چه سوالیه میپرسی؟ معلومه که زنده است. همه یه تلاش دوستای من اینه که این اتفاق بد نیفته، ولو یکم زمان ببره. بسید من بریدم، خسته شدم، دیگه نمیتونم ادامه بدم. یه سال پیش که اسیر شد به خودم گفتم با قدرتی که داریم چند روز بعد آزادش میکنیم، ولی نمیدونستم. تو خیلی عجولی دختر، اجازه ندادی اونجوری که میخواستم سورپرایزت کنم. این عکس رو دو روز پیش از کابل برام فرستادم. ناراحت میشم وقتی میبینم تو به مامورای ما شک داری. میدونی برای آزادی لو و افرادش چند نفر دارن تلاش میکنن؟ ده ها نفر بریجیت، اینو میفهمی؟ ده ها نفر. شما دوتا غلط میکنین بدون من پاتونو بذارید تو اون ویلا. یه من قلم جفت پاتونو میشکنم. بله بله نخند. چرا رفتی داره که این دارو بگم؟ آتون آسف خود رو بگم. ببین به کشانی بگو که اون کپسول رو قطع چکون ندی تو بازارا، اونا رو باید فلهی پخش کنی. به من چرا رفتی داره که این قلم تو داروخونه پخش نمیشه؟ آتون آسف خود رو پیدا کنم. زنگ بزن. سلام خانم. از این ورا بالاخره راه خونه یادت افتاد؟ چجوری تونستی یه کاری کنی بابا باهات شراکت کنه؟ جان چی میگی؟ واسه من فیلم بازی نکن مرداد. این همه پول چیکار کردی؟ میگم که یه معامله سوری بود رفت به کارش. خدا بیامرز چرک کف دستمون مرده، شورش نذار. شما میخوای پول بده دست من؟ اونم این همه؟ قرار نیست تو همین ناهیدی گوشه از انبال بابای منو بکشی بالا. اگه پولی هست بالا منه. کدوم پوله میگی پول 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 پول؟ من خدا اگه پولی براش مونده بود خرج دوا درمون اتاق عملش میکرد. این پول نه حق توئه، نه فریبا، نه فرهاد. فریبا که با اون شوهر حقوق بازش همیشه از بابا کم نخوردن. فرهادم که تعتاقاری بوده همیشه همه چی براش فراهم بوده. این پول حق منه، نمیذارم دورش بزنی. خیلی خوب جوش نزن عزیزم. اگر پولی گیر آوردی مال خودت ورشت. من که میفهمم چه ریگی به کفش توه. بالاخره کجا داری میری؟ میخوایم بریم خونه بابا؟
دفعه اولی که برای گرفتن ویزای تحصیلی اومدی سفارت بهت گفتم برای ورود به آمریکا باید اثبات کنی حافظ منافع کشور مایی. مهمتر از اون پرداخت بهای چیزیه که میخوایی به دستش بیاری. ولی این طبقه بزرگیه. به نتیجهش بکن. تازه قرار نیست این وضعیت تا ابد ادامه داشته باشه. هر وقت به نتیجهی که خواستیم رسیدیم همه چی تموم میشه. اون وقت میتونی برای همیشه مهاجرت کنی به آمریکا. ما داریم درباره متلاشی شدن زندگی آدم ها حرف میزنیم. داری سختش میکنی الی. یه آقازاده اومده خواستگاری تو. این بهترین فرصته که بتونی از این طریق وارد خانواده اونا بشی. این موقعیت استثنائیه. از دستش نده. ولی من و خانواده هم هیچ علاقه به اونا نداریم. الان بحث علاقه نیست. مهم اینه که بتونی بهای رسیدن به آرزوات رو بدی. نمیشه برای رسیدن. ببین الی، این دفعه چندومه که دارم برای توضیح میدم. هدف ما صرفا رسیدن به یه سری اطلاعات دست چندوم از بابای اون طرف نیست. اون یه آدم قدرتمندیه، نفوذ داره، قادر یه تصمیمی رو بسازه یا یه تصمیم استراتژیکی رو بگیره. بنابراین باید بتونی به مرور روش اثر بذاری. من چجوری میتونم روی آدمی که به قول شما قدرت داره تأثیر بذارم؟ وقتی بشی عروس اون خانواده، اون وقت ما بهت آموزش میدیم که چه رفتاری داشته باشی، کی، چطور، چه حرفایی رو بزنی. وقتی همه چی تموم شد میتونی اونم با خودت بیاری آمریکا. خیلی از ایرانی ها اونجا. این برای پدرت، معلومه خیلی دوستش داری. لااقل یه نفر از جای تو خبر داشت. خانواده خودت که کلن فراموشت کردن. از کجا پیداش کردی؟ خب بگو ما هم بدونیم. هر حرف و بحثی داری بذار بریم خونه. بحث؟ مگه بحثی هم مونده؟ همه چی واضحه. چی رو میخوای توضیح بدی؟ وسط حرفای وکیل کجا گذاشتی رفتی؟ فکر کردی میذاریم اموال بابای منو مفوفالو بکشی؟ با تو هم کجا داری میری؟ فرناز، فکر کردی من میذارم یه پاپاسی از این خونه زندگی بهت برسه؟ وایسا، همه اینا یه نمایش بود نه؟ اینا فرستادی تو زندگی پدرم که اموالشو بکشه بالا. ناهید بریم. چطور تو حالا نمیمدی سراغ خواهرتون؟ همچی که بوی پول خورد به دماغتون اومدین دنبالش؟ فرناز بس کن. چی میگی تو؟ ناهید بریم، ما اینجا کاری نداریم. فکر نکن تموم شده. ازت شکایت میکنیم. این خونه زندگی واسه یه لقمه گنده است. از حلقومت میکشیم بیرون. وکیل میگیریم، یه وکیل درست حسابی، نه مثل میرزایی دوز و کلا بردار باشه. تا قرون آخر ازت پس میگیریم. حالا ببین.
دلم بالا اومده تیم برزیل به غیر از آلیسون همه بازیکن‌ها دلم بی تو به دیدن تیم ایمان. اون گل رو که به موهام زدی مثل یه گنج نگه داشتم. باید گل بدی خیلی زود دوباره همدیگر رو ببینیم. بازی مساوی شده فقط کلمبیا 3 بار داماد فداکار. چیزی گفتی؟ آه نه. امروز آقای نوری دوباره زنگ زد. باید زودتر خونه رو خالی کنی. با این پول هم که معلوم نیست بتونیم خونه بخریم. اون خونه ای بود که دیروز رفتیم با هم دیدیم. همون دو خوابه. همون که بانگای اشتباهی مار برد ببینیمش. همون که عاشق تراسش شدی. تراسش جون میده تا سه گلدونا. برای اینکه یه میز و دوتا صندلی بذاری و عصر بری بشینی چای بخوری. همونو برات میخرم. خواب نما شدی یا گنج پیدا کردی؟ دومیش من امیدوار نکم اصور. من یه خونه پنجا متری یه خوابه هم راضیه. فقط دلم میخواد هرچه زودتر از مستاجری راحت بشی. نگران نباش. درستش میکنم. دست شکسته. باید عکس برداری بشه تا تصمیم بگیرم ببینم جراحی لازم داری یا نه. بعد چیز خطرناکی که نیست. تصادف کرده؟ به نظرم تو همین الان برو. این دختر خیلی از تو فری با شاکیه. من که اصلا کاری نکردم. من فقط داشتم جداشون میکردم. اون آقا پسر است. فرهاد شیبانی شما این؟ بله خودم هستم. خود این خانم اینجاست، داداش منم اینجاست. کاری نکرده. مگه الکی ما شاهد داریم آقا؟ خانم من نمیدونم، باید بریم کلان تری. بابای منو مفوفالا بکشی با تو هم کجا داری میری؟ فکر کردی من میذارم یه پاپاسی از این خونه به تو برسه؟ آره؟ این خونه زندگی واسه یه لقمه گنده است. از خلقومت میکشیم بیرون. وکیل میگیریم، یه وکیل درست حسابی، نه مثل میرزایی دوز و کلا بردار باشه. تا قرون آخر ازت پس میگیریم. حالا ببینیم. خدا رو شکر جراحی لازم نداری. دکتر گفت چیز مهمی نیست. خیلی زود گشتو باز میکنه. چی شد؟ فتح خانم مرخص شد؟ آره همین الان مرخصش کردن. شانس آوردیم جراحی نشد. باید همچین میزدم نتونه از جاش پاشه. همینطوریش پای تو و فرهاد گیره. باید بریم کلانتری. من که نمیرم. خانم نمیای، باید بریم کلانتری ها. من باید برم، کاری نداری؟ با من در تماس باش. الو سلام، امروز نمیتونم بیام. پدرم فوت شده، نمیفهمی؟ بگو بچه ها برگردن. نمیدونم، هر وقت حالم بهتر شد میگیم بیان سر تمرین.
مقر شهید بخشی سوژه همین الان بارد مقصد شد میبینمت. چطوری دکتر؟ شما بهتری؟ دلم یه مرخصی طولانی میخواد. کاش میشد میرفتم سفر. مثلا کجا؟ دوباره بری ترکیه؟ نه، دوست دارم که ماموریت فرانسه جور بشه. من جای تو بودم انصراف میدادم. منظورت چیه؟ هیچی، همینجوری گفتم. فکر کردم این مدت همش تو سفر بودی، شاید برای آزمون امروز آماده نباشی. مشکل حرف میزنی؟ چی منصور؟ یه خونه خوب پیدا کردم، منتها قیمتش یکم بالاست. به اندازه گلیمت پاز دراز کن. میخوام گلیممو یکم بزرگتر کنم. خب بکن. آخه ممکنه پام بره روی گلیم بقیه، به جایی که بر نمیخوره. خب نکن. امروز منصور اصلا حالت خوب نیست، پرت و پلا میگی. اتفاقا هیچ وقت حالا حالم اینقدر خوب نبوده. بعد از اون وقتت آزاده؟ آره گمونم. چیکار داری؟ بریم با هم یه توکه با این خونه رو ببینیم. من چیکارم؟ نظر خانومت مهمه. لیلی پسندیده. خب حل دیگه، تمومه. نظر تو هم برام مهمه، تو همیشه سلیقت خوب بوده. خیلی ممنون. باش میام. قربانت. تونستی سابقی ازش گیر بیاری؟ ببین، اورهان دمیر 50 ساله است، متولد دیاربکر، از پدر و مادر کرد تبار، یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت داری دمیر، متأهل هم است. ظاهرا که همه چیزش مشخصه جز ارتباطش با این زن فرانسوی. تنها نکته‌ای که از زندگیش ذهن منو مشغول کرده که شاید بتونه کمکم کنه ارتباطش با پیکاکاه. یعنی در واقع میخوای نتیجه بگیری که دمیر میتونه نفوذی امریکا یا فرانسه تو کردای مخالف ترکیه باشه. هنوز به مطلبی که بخوام تایید یا ردش کنم نرسیدم. اما دور از ذهن هم نیست. به هر صورت این زن سوژه اصلی ماست. کسی که تو پوشش آموزش زبان فرانسه تونسته یکی از دروسازی هدف رو تو تله بندازه. انگیزه دکتره چیه؟ یه خانواده مشکل دار. همین بهترین بهونه است که بخواد گول حرفای برژیتو بخوره. حالا باید چیکار کنیم؟ اولویت اول اینه که نذارید اطلاعاتی از دروسازی هدف منتقل بشه جز اطلاعات سوخته یا فریب. اولویت دوم اینه که نذارید محبوب اسیر این زن بشه. اولویت سوم بذاریم مسیری که برسیم به این افسونگر.